خب دوستان، میریم ادامه کارمون رو. من فقط یه نکته بگم، ما ممکن واسه شما هم پیش بیاد. این کابل من گفتم قطعی پیدا کرده، حالا من کابلم عوض کردم، کابل دیگم. این قسمت لاستیکش کمی بالاتر بود و نمیذاش اتصال به بدنه، چون این میچرخه دیگه، وقتی داریم میزنیم کج میشه، نمیذاش که این اتصال این فلز به بدن انجام بشه و جلو اتصال رو میگرفته، دستگاه کار نمیکرد. حالا اونو من باید یه مقدارش رو با فندک یکم برش بدم بیاد پایین تر که درست شد. خب ما ببینید، انتهای کارمون هم باید ببندیم. من یه نکته دیگه هم بگم، اگر من خطوط زیاد فید نکردم، دلیلش اینه که خطوط من توی این قسمت ها بیشتر از قسمت های کناریمون نمایان تره. رنگمون هم که میخوام ببندم دیگه، از پایین با دارک شروع میکنم میام بالا. حالا میبرمش توی میدیوم. من اون قسمت های وسط هم یه مقدار لایت زده بودم دیگه، نیاز نیست. اگر هم بخواین یه مقدار میتونین رنگ لایت بزنین که یه نواف سرده. فقط سایه ها بازم تکرار میکنم، میزنین پشت سر هم پاک کنین که ببینین چی زدین. خب میام این قسمت ها رو میزنم که خطوط من توی کار اصلی کمتر نمایانه، میخوام خطوطم فیتر بشه. دوباره رنگ دارک. روی خطوط حرکت میکنم. ببینید ما تای کارمون رو با لاین پرتاب کردیم، خطوط معمولا رو پرتاب میکنیم، نمیبندیم کارو، میریم با سایه یه مقداری امتداد میدیم. ببینید من تای کارو با همین عنوان یه کمی امتداد دادم. خب ببینید کنارهای کارمون، سایه همون از لبه خط شروع میشه و نرم میره بالا. پس من اون قسمت دارکم باید یه مقدار خطم و کنارهاش هم بزنم. من خطم و دارکم و دادم بهش، سوزنم رو تمیز میکنم. حالا میدیوم میگم، با میدیوم کنارش ادامه میدم. حالا یه مقدار دیگه کنار دیگه بغلش رو دوباره لایت میدم، تمیز میکنم، میگیرم.
من اینجا حالت من چیزی که میخواستم ایجاد شد. ما توی تمامی این خطوط انجام میدیم. حالا میخوام این قسمت هایی که گفتم ما بدون لاین گیری میخوایم بزنیم. اون قسمت هم یه دور میزنیم یه مقداریشو انجام میدیم به چی میشه. خب بدون لاین گیری میخوام بزنم، میتونم رنگ مشکی و دارک، فرق نداره، از جفتش میتونم استفاده کنم. فقط بازم توی این کار باید من توناژمو برقرار کنم. خب من میام رنگ دارک میگیرم. الان خطوطم رو یه دور سایه وار میزنم. ببینید من اینجا هم قرار توناژم رو برقرار کنم دیگه. خب بعد چیکار کنیم؟ ما خطوطمون یه مقدار تیره تر باشه، اون خطوطی که داریم با همین سایه میزنیم اشکال نداره. میایم دوباره از پایین این قسمت از تیره شروع میکنیم، میایم تا روشن. فقط جهت حرکتی سوزنمون باید به این صورت باشه که اون حالت مو همچنان ایجاد بشه. رنگ دارک میگیرم، من نگاه میکنم سایه های من تا کجا ادامه پیدا کنه توی طرح اصلی. سایه های تیرم ببینید، ما الان دارم اینجا رو میزنم، این قسمت. خب تقریبا تا اینجا ها من تیره دارم، یعنی تقریبا تا همینجا من اینو تیره میکنم. بعد میام توی میدیوم و بالاها میام لایتش میکنم. همیشه دقت داشته باشه وقتی داریم میزنیم به طرحی که رو شابلون کنید طرح اصلیتون، همیشه نگاه کنید ببینید چی هست، کجا رو زدین، یه موقع سایه هاتون بیشتر نره یا حالا خطوطتون کج نشه. خب حالا میرم توی میدیوم، دوباره من سوزنم رو تمیز میکنم، میدیوم میگیرم، میام توی میدیوم. ببینید دوستان، واسه اینکه رنگتون پله نشه، اون قسمت هایی که متصل هست هم میتونید به صورت خاموش توی دارک بزنین سوزنتون رو، یعنی دستگاه خاموش به دار نزنید توی دارک بزنین، رنگ میدیومتون روشن باشه بگیرید، یه تیکه فقط سوزن رو بزنید توی دارک درارین، تقریبا توناژ میگیره. یا این کارو کنید یا میتونید قسمت هایی که داره اتصال پیدا میکنه بیشتر بزنید. ببین من الان بیشتر زدم، اون پله من اون قسمتش از بین رفت، یکم بالاترش هم میزنم. ببینید اون پله تقریبا از بین رفته. خب میدیوم من تا کجا؟ میدیوم تقریبا تا همینجا یه ذره بالاتر. این میدیوم. حالا میرم توی لایت. ببینید من سایه های من تقریبا تا زیر این خط ادامه داره، حالت موی من. پس با لایت تا این بالا میام. ببینید دقت کنید اون حالت موی من تقریباً ایجاد شده. مدل دیگه ببینید، دارک آمدم توی میدیوم، بعد آوردمش توی لایت. خب باقی چیزا هم که خب گفتم این قسمت ها رو میتونید اون حالت
انجام بدید. این قسمت رو هم میتونید به این روش دیگه اینی که الان زدم. الان تنها چیزی که میمونه قسمت هایی که توی صورتش هست، صورت گرد. ببینید این قسمت ها. جهت حرکت سوزن شما خیلی مهمه. ببینید من اینجا رو ران کنید، به این سمت میام، به این سمت میام. وقتی میام به وسط و نزدیک میشم، جهت سوزنم میچرخه. یعنی من فکر کنید سوزنتون فلته، خب میخواین جهت بدین، اینجاها به این سمته، به بالاها وسط ها میرسیم به این سمته. یه مقداری هم حالا تو این کار نداریم، توی کارهای دیگه میچرخه، باز بالاتر گرد میشه که ما خطوطمون رو درست انجام بدیم. رنگ اینجا مدیومه، من مدیوم میگیرم یه مقدار. این تردان از اینجا شروع میشه. خب اون چیزیه که من زدم هنوز کامل رنگم نگرفته، دوباره میزنم. حالا از این طرف میزنم ببینیم. پاک میکنم، اون حالت نوه تقریبا ایجاد شده. اگر میخواین بیشتر نمایان بشه، پررنگ تر باشه، میتونی رنگ دارک هم استفاده کنی، ولی خب توی این کار مدیوم کاره بود. این حالت صورت. خب قسمت های دیگه رو باید چیکار کرد؟ ما جوهر سوزنمون تمیز میکنیم. الان لایت گرفتم، من ادامه کارم رو هم این طرف هم این طرف باید با لایت متصل کنم، ولی اینجا دیگه نباید توناژ بدم برقرار بشه. پله هم باشه مشکل، چون تو کارمون همین حالته. ببینید رنگی که گرفت خیلی کم رنگ بود، ما همینو میخواییم. میاریم خطوط رو بس میکنیم، اون حالت پوز ایجاد بشه و وصلم بشن به هم دیگه به این صورت. حالا میتونیم یه مقداری باز بیشتر کار کنیم و حالت رو بگیریم، ولی زیاد نیازی است. خیلی ما هرچی کارمون شلوغ تر کنیم هم واسه خودمون سخت هم میشه، هم ترمون بزرگش رو از دست میده. خب بقیه قسمت ها هم که گفتیم، قسمت بینی هم که پر کردنیه. حالا اون سیبیل هایی که داشت، حالت چند تا سیبیلی که داره اونا رو با لاین میگیریم میزنیم. این تر دیگه چیز خاصی نداره که من برای شما توضیح بدم. سعی کنید کامل انجام بدید این تر رو، قسمت این طرفش هم انجام بدین که هم سایه ها بیشتر آشنا بشین، هم لاین زدنتون قوی بشه و هم این قسمت بغل مو حیوانات رو بتونین انجام بدین. من از دو روشی که ممکنه رو به شما گفتم، تنها یک روش دیگه مو حیوانات مونده، اونم به شما میگم. اون زیاد کاربرد نداره، جاهای زیاد استفاده نمی کنیم. توی بیشتر حیوانات درنده، مثلا توی پیشونی هاشون، صورت گرگ، الان این گرگی که داریم میشه ازش استفاده کرد، قسمت پیشونی شو. من این روششو اینجا تمرین میکنم، به شما میگم چطوریه، یه مقدار هم اونجا میزنیم. خب ببینید ما توی دات ورک که اینجا تمرین کرده بودیم، گفتیم ولتاژ دستگاهمون بیاد پایین، سرعت دستمون بره بالا، توی سوزن گرد نقطه نقطه میندازه. حالا توی سوزنای مثل فلت و انوان چطوری میندازه؟ ببینیم ما سوزنمون اینجا چون نقطه‌ای بود، گرد بود، نقطه نقطه انداز. حالا اگر من ولتاژ رو بیارم پایین با این بندازم، باید خط بندازه قاعدتا. من الان ولتاژ هم روی 4 گذاشتم، با رنگ مشکی تست میکنم. ببینید ما توی دات ورگ سرعت دست رو پایین، سرعت دستمون بالا بود دیگه.
میبینید خط انداخت. حالا یه مقداری هم من سوزنم زیاد بیرون، شاید یکم گیر کنه. سوزنم یه ذره میدم داخل تر. ببینید خط میدازه. حالا میگیم توی پیشونی این حیوان، این فرقش با حالت های دیگه چیه؟ چون خیلی نامنظم خطوط میندازه، اون پوشی که موی حیوان ایجا پیدا میکنه نشون میده. اصلا معمولا توی گرگ و حالا خرس و اینا، یا حالا حیوانی که در قرش هست، توی پیشونی و اینا به کار میره. ببینید چی شد. اون حالت مویی که من میخوام ایجاد شد و به صورت نامنظم. توی روش های قبلی که انجام میدادیم تقریبا منظم بود، اینجا به صورت نامنظم انجام میشه. این روش فقط سوزن اگر فلت باشه بهتر انجام میگیره. حالا ما داریم با این وام میزنیم، فرقی نداره، بازم جفتشون کار میکنن. خب قسمت پیشونی این کار رو میتونه به این روش بزنید. من دوباره این طرف یه تستی میکنم. ببینید ما سوزنمون، دستگاهمون، ولتاژمون وقتی پایین باشه، سرعت دست بالا باشه، باید خط بندازه. توی حالت دات فورک نقطه مینداخت چون سوزن گرد بود، اینجا چون سوزن خطی باید خط بندازه. خطوطی که به من میده تقریبا نامنظمه و این خطوط نامنظم توی کارهایی که حالا اون گرگی که میگیم یکم برنده، چون حیوانا وقتی که حالت وحشی میگیرن پرخاش میخوان بکنن، موهای بدنشون پرزاشون باد میکنه. شما حتی توی پرنده ها میبینید که یه پوشی به خودشون میدن که بزرگتر دیدشن. این حالت، این مدل زدن اون حالت رو بیشتر نشون میده. خب امیدوارم این قسمت های موی حیوانات رو توضیحاتی که دادیم، تمرینی که دادم انجام بدین، طبق توضیحات خوب پیش برین. امیدوارم فهمیده باشین. ما کلاس ها تموم شد، دوره هامون تموم شد، دوباره همه اینا رو مرور میکنیم، کارهای بزرگتر میکنیم.